با کانال یوتیوب زندگی رنگین همراه باشید با طرز تهیه زلبیای بازاری خانگی که خیلی راحت آماده میشه. حسابی تورت شکننده و خوشمزه. با هم میریم سراغ مواد لازمه زلبیای بازاری خانگی. لازم برای زلبیای اصل بازاری: نشاسته گندم 1 قاشق غذاخوری، ماست 1 قاشق غذاخوری، شهد شکر یا شربت بار 1 قاشق غذاخوری، روغن مایه 1 قاشق غذاخوری، جوش شیرین 1/4 قاشق چای خوری، آرد گندم 1/2 لیوان، آب 1.5 لیوان. میریم با هم سراغ طرز تهیه این زلبیای کاملا بازاری خانگی. طرز تهیه زلبیای بازاری: اول از همه نشاسته گندم و ماستو باید با هم یه مقدار مخلوط کنیم با همزن دستی. شما میتونید از پودر نشاسته گندم هم برای این زلبیا استفاده کنید. یه مقدار مواد با هم مخلوط میکنیم. در مرحله بعد آب رو اضافه میکنیم. شما اگه دوست ندارید از جوش شیرین استفاده کنید، باید یه مقدار مواد زلبیاتون رو بذارید بیشتر استراحت کنه. با جوش شیرین حدود 15 دقیقه باید استراحت کنید، ولی اگه میخواید جوش شیرین استفاده نکنید، حدود 2 الی 3 ساعت باید مواد شما بهش استراحت بدید. یه مقدار مواد با هم مخلوط میکنیم که جوش شیرین در آب و ماست و نشاسته حل بشه. در اون موقع شهد شکر رو بهش اضافه میکنیم. در مرحله آخر آرد رو اضافه میکنیم. باید مواد رو کاملا با هم مخلوط کنیم تا آرد در مواد حل بشه و هیچ گلوله‌ای از آرد باقی نمونه، صاف و 1 دست باشه. زلبیای اصل بازاری بیشترین مواد تشکیل دهندهش آرده اگه یه موقع احیاناً مواد شما یه مقدار صفر شد، میتونید یه مقدار دیگه آب بهش اضافه کنید، خیلی کم.
خوب با همزن دستی مواد با هم مخلوط میکنیم تا کاملا یک دست در روان بشه مواد ما. طرز تهیه این زلبیای بازاری خیلی راحته و احتیاج به همزن برقی نداره. وقتی که خوب مواد مخلوط شد، در نهایت مواد زلبیای شما باید به این شکل باشه. موقعی که با قاشق از مواد برمی‌دارید، باید خیلی راحت از قاشق جدا شه و حالت روانو داشته باشه. بعد از اینکه مواد زلبیا رو آماده کردیم، روی ظرفو میپوشونیم و زمان برای استراحت مواد زلبیا 15 دقیقه در محیط آشپزخانه. با هم میریم ادامه کار رو ببینیم. مواد زلبیای ما حدود 15 دقیقه استراحت کنه، شهد، شکر یا شربت بارو آماده میکنیم. به ازای یک لیوان دستدار فرانسوی شکر، باید نصف لیوان دستدار فرانسوی بهش آب اضافه کنیم روی شعله بودانه. و حدود یک قاشق چای خوری آب لیموی تازه به مواد اضافه میکنیم. منتظر میمونیم تا آب به جوش بیاد و شکر حل بشه. احتیاج نداره شکر رو هم بزنیم، باید منتظر بمونیم که شکر ما کاملا حل بشه و به جوش بیاد. اگه دوست دارید شهد شکر شما یا شربت بار شما طعم و بوی گلاب رو بگیره، در مرحله آخر موقعی که شکر و آب به جوش اومد و حدود 5 دقیقه جوشید، اون موقع بهش یک قاشق غذاخوری گلاب اضافه کنید. الان آب و شکر ما و آب لیمو به جوش اومد. 5 دقیقه اجازه میدیم تا کاملا بجوشه. زیر شعله گاز رو ملایم میکنیم. وقتی به جوش اومد و 5 دقیقه گذشت، 1 الی 2 قاشق غذاخوری بهش گلاب اضافه میکنیم. و اگه دوست داشتید زعفرونه غلیظ حل شده هم میتونید بهش اضافه کنید. میذاریم حدود 8 الی 10 دقیقه با شعله ملایم بجوشه تا کاملا شربت ما قوام بیاد. پایان کار با هم میدیم. بعد از گذشت 10 دقیقه که شهد شکر ما به این غلظت رسید، زیر گاز رو خاموش میکنیم و میذاریم تا شهد شکر ما یا شربت بار ما یه مقدار خنک بشه. برای تهیه شربت بار برای زلبیا باید بذاریم که شربت شکر ما حالت یه مقدار نیمه گرم باشه. من یه مقدار از شهد شکر رو به انگشتم امتحان میکنم، میبینید که حالت چسبندگی باز داشته باشه. اون موقع شهد شکر ما برای زلبیا آماده است. میذاریم کنار تا یه مقدار خنک بشه. میریم با هم ادامه کار رو میبینیم. بعد از 15 دقیقه که مواد زلبیای ما استراحت کرد، موقع این رسیده که بریم زلبیا رو در روغن سرخ کنیم. مواد باید به این حالت باشه.
لبون باشه، چون من به این مواد زلبی یا جوش شیرین زدم حدود 15 دقیقه استراحت کافیه، ولی احیانا اگه شما نمیخواد از جوش شیرین استفاده کنید حدود 2 الی 3 ساعت باید به موادتون استراحت بدید. برای راحتی کار من مواد زلبی ها رو میریزم توی پارچه کوچولو، تنگ کوچولوتری که بعد بتونم راحت توی لیف. برای سرخ کردن زلبیا احتیاج داریم به یه ظرف به این شکل. شما میتونید از ظرف سسم استفاده کنید. مواد رو میریزیم توی ظرف مورد نظرمون که میخواییم به های زلبیا رو شکل بدیم. در ظرف مورد نظر و یا ظرف سس باید به این اندازه سرشو قیچی کنیم. مایه زلبیا رو بریزیم توی روغن و سرخ کردن زلبیا توی یه ظرف مورد نظرتون میتونید، حالا یا مایتابه باشه یا قابلمه، بزرگ و کوچیکی ظرفتون بستگی به خودتون داره و به اندازه شکل دادن زلبیاتون. روغن رو میریزیم، میذاریم یه مقدار روغن داغ بشه. وقتی روغن داغ شد شعله گاز رو کم میکنیم. اگه دوست داشتید زلبیای شما طعم زعفرون رو داشته باشه، در مرحله آخر که مواد رو میریزید توی ظرف یه مقدار خیلی کم، حدود 1 الی 2 قاشق چای خوری زعفران دم کرده رو بهش اضافه میکنید و یه مقدار هم میزنید. و اگه نخواستید که همینجور ساده منتظر میمونیم یه مقدار روغن داغ بشه. روغن داغ شد مواد زلبیا رو به اندازه کوچیک و یا بزرگ به شکل مارپیچ توی روغن داغ می‌ریزیم و منتظر می‌مونیم تا یک طرف زلبیا سرخ بشه و طرف دیگه برمیگردیم. باید روغن در حدی باشه که زلبیاها در روغن غوطه بر بشن. وقتی به این شکل یه مقدار حالت طلایی سرخ شد، می‌ریزیم روی شهد شکری که از قبل آماده کردیم و گذاشتیم یه مقدار خنک شده. به شکل مارپیچ به اندازه دلخواه کوچیک و یا بزرگ می‌ریزیم توی روغن. منتظر می‌مونیم که سرخ بشه. روغن شما نباید کم باشه، باید به اندازه‌ای باشه که زلبیا در اون شراغر باشن. ببینید که قشنگ از ته ظرف جدا میشه و یه مقدار پخ میکنه. شکل دادن زلبیا در روغن و یا بزرگ و کوچیک بودن اندازه زلبیا بستگی به خودتون داره. میبینید که خیلی خوش رنگه و تورت بلافاصله از روغن در میاریم و در شربت بار و یا شهد شکر که یه مقدار نیمه گرمه داریم تا کاملا شهد به خورد زلبیا. باید توجه داشته باشید که شهد شکر شما نباید خیلی داغ باشه. اگه خیلی داغ باشه
زلبی های شما حالت خمیری رو به خودش میگیره. اون تورتیه که باید داشته باشه رو از دست میده. بنابراین باید زلبی های شربت زلبی های شما باید نیمه گرم باشه. واقعا این زلبی ها خوردن داره. تورت سریع پشت رنگ. طرز تهیه زلبی های بازاری اصل به این شکله. اینم از شربت بار و یا شهد شکر. حتی میتونید به شهد شکر و شربت بارتون هم یه مقدار اگه دوست داشتید زعفران اضافه کنید. به این شکل از روغن خارج میکنیم و بذاریم توی شهد شکر. میبینید که خیلی خوش رنگه. توی شهد شکر بعد میریزیم توی صافی تا یه مقدار شهد اضافی زلبیا ازش خارج بشه. خب دوستای عزیز، همونطور که دیدید من تمام مواد زلبیا رو در روغن سرخ کردم و در شهد شکر که آموزشش رو به شما عزیزان دادم گذاشتم و بعد از شهد خارج کردم و توی یک صافی یا یک سبد گذاشتم شهد اضافی این زلبی های بازاری خانگی یه مقدار کم بشه. خیلی خوش رنگه. زلبی ها با یه چای خوش رنگ ایرانی حسابی میچسبه. من تورتور لطیف و شکرندگی این زلبیای بازاری خانگی هم به شما عزیزان نشون میدم. میبینید که حسابی تورت شکننده است و توی دهن آب میشه. واقعا خوشمزه است. اینم از صدای خوردن زلبیا که واقعا تورت و شکننده است. جای همه شما عزیزان خالی. واقعا این زلبیا خوردن داره و واقعا مثل زلبیای بازاریه. امیدوارم شما هم این زلبیای بازاری خانگی رو درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. یادتون باشه همچنان کانال یوتیوب زندگی رنگین رو دنبال کنید. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب حتما فراموش نشه. تا آموزش بعدی، ایام به کام همه شما عزیزان.